برنامه خالق یکتا و مهربان بنده ارجمند و کرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام های گرم ما تقدیم یک و یک شما عزیزان بیننده باد. بر هر کدام شما درباره خالق یکتا و مهربان آرزوی صحت سلامتی تندرستی و موفقیت میکنیم. امیدوار هستیم که دور از تمام مصائب بخصوص ویروس کرونا باشین و بر وطنداران خود در داخل کشور نیز چنین آرزویی را میکنیم. روزه و عبادت هایتان مقبول درگاه ایزدی بود. امروز دهم ماه مبارک رمضان است که واقعا به خوبی و به آرامی میگذره، ولی برای ما و شما که در وطن چگونه هموطنان ما با وجود محتسبین، با موجودت بیکاری و بیروزگاری و بیپولی و مفلسی و گرسنگی چگونه این ایام ماه مبارک بسر میبرن، به خالق یکتا مردم امیدوار هستیم که روزی را شاهد باشیم که وطنداران ما آرامتر از من و شما باشند و راحتتر از ما باشند. و همین آرزومندی بینده گرامی خوشحال هستیم که بار دیگه با تقدیم برنامه سخن روز مهمان ناخوانده خانه شما در ماه مبارک رمضان هستیم و از هر کدام شما هم التماس دعا داریم. امروز دوشنبه 13 اپریل سال 2022 میلادی است و ساعت 32:02 به وقت ترانتو. در برنامه امروز مطالب جالب و متنوعی از کشور کانادا و جهان برای شما انتخاب کردیم که امیدوار است مورد توجه شما قرار بگیره. البته فردا برنامه جالبی داریم پیش از افطار بینده گرامی که سفر ما و نوید جان خالد به شهر قونیه و به دیدار مولانای بزرگ بلخ است که واقعا سفر تاریخی بود و این بحث براتون توصیه میکنیم که فردا شما تماشا کنین. ما شما رو میبریم به دیار مولانا، به زیارت مولانای بزرگ و نادیدنی های زیارت حضرت مولانا. فردا پیش از افطار این برنامه را شما تماشا خود کردین که برنامه توسط نوید جان خالد برای شما پیشکش میشه. خب بیده گرامی، چند روزی که گذشت برای ما و شما قابل تشویش و ناراحتی بود از آنچی که بر مردم دردمند ما در جمهوری اسلامی ایران گذشت و ای که وطنداران ما چی دردهایی را متحمل شدن، چی رنجهایی را متحمل شدن، چی تجاوزهای جنسی ناانسانی یک تعداد مسلمان نماهای ایرانی را متحمل شدن، اون من نمیفهمم نه شما، ولی درد بیشماری را متحمل شدن و هنوز هم بالایشان ظلم جریان دارن. و تا ای که یک تعداد نمیفهم از هموطنان ما بهانه های برای توقف اعتراض ها بیتراشن در فیسبوک ها، بیشتر هموطنان ما یعنی که در ایران زندگی میکنن و یا از لحاظ مذهبی و از لحاظ فکری تابع جمهوری اسلامی ایران هستن، در صفحات اجتماعی داخل میشن و مردم توصیه میکنن که در نظر بگیرین که دیگه در دیگه کشورها چی هست، ای تنها ایران نیست، ایران یک مرز است و برای مردم باز است. اینا طرحهای عاطفی است که فکر میکنم وظیفه گرفته شده که اینا مردم به سکوت و بی‌تفاوتی چی کنن سوق بدن. هم وطنی که در ایران رنج میکشه، رنج از اون مثل به مساوی یک برادر و یک خواهر است که ما هم باید بکشیم. آیا واقعا از دید شمایی که می نویسین که باید سکوت اختیار کنیم، سکوت اختیار کردن گناه نابخشودنی نیست؟ شما باسلی مهاجرین بهانه میکنین، اما هیچ کدام شما تا حال ریشه های مهاجرت و سودجوی های ایران هیچ کدام شما نظر اندازی نمیکنین، فقط به این دلتون خوش کردین که در ایران مثلا 3 میلیون مهاجر است. اما
اینو بحث و تحلیل نگرفتین که موجودیت این 3 میلیون چه تأثیری داره در زندگی ایرانی ها و بخصوص در چرخش اقتصادی از این مملکت و در بازسازی و کارهای ساختمانی و مملکت. ایران بعد از جنگ عراق بیشتر هموطنان من و تو آباد کرد و امروز که هموطنان ما در ایران است، ما و شما ضرور نیست که منتدار ایران باشیم. ایرانی هاست که باید منتدار ما باشن. چون شما این تو مسائل طرح نمیکنین که همیش کوشش میکنین که خود کوچک احساس کنین، خود خردتر حساب کنین، عقیلتر حساب کنین، همگیر از خود برتر حساب کنین. نه خیر، ما منتدار هیچ کشوری در جهان نیستیم، حتی تازه کانادا نیستیم. حق قانونی ما بود، اینوی جنجال ها را اینوی غربی ها در افغانستان آوردن که ما در اینجا آمدیم. پس چرا ما منتدار امریکا و کانادا و اروپا باشیم؟ اینا بر نیروی بشری در هر زمان نیاز دارن. و هر شکل که هست باید این مردم بیه. چه در کشور باید جنگ را اندازه شد، چه در شما رو تحریم قرار بید. بر حالتش اینا نیروی کار ضرورت دارن برای کارهای بسیار پایین و مجبور هستن که بگیرن. پس ما چرا منتدار باشیم؟ چرا هموطنان ما در ایران منتدار جمهوری اسلامی ایران باشه که اینا رو جا دادن؟ این جمهوری اسلامی ایران است به این وطنداران ما نیاز داره. هموطن عزیز، خوب گوشایتان رو باز کنین. سالانه به میلیاردها دلار ایران از ملل متحد به نام از این که ما به مهاجرین خدمات ارائه میکنیم دریافت میکنن. و اگر ملل متحد بر از اینا کمک نمیکنه، پول نمیده، اینا چی میکنن؟ از آغاز سال خود ما و شما، یعنی ماه مارچ اینا، یا بعضا در ماه دسامبر شروع میکنه اینمی جمهوری اسلامی که تو هموطن ما به اساس بعض ملاحظات از دفاع میکنی، در 30 سال پسین اینمی جمهوری اسلامی به اینمی بهانه که باید پول بگیره هموطنان ما رو در 2 فصل از سال مورد شکنجه قرار میده، مورد اذیت قرار میده، هموطنان ما رو رد مرز میکنه، خانواده رو جدا میسازه، تا ای که باید توافق میرسن پول از ملل متحد میگیره. بعد از شما میبینید که 8 ماه 9 ماه دیگه باز هیچ مشکل نیست. یک بحث مثلا که ایران به ما و تو ضرورت داره، نه ما و تو به ایرانی که مهاجر شده مسئله جداگانه است. 3 میلیون نفوس یا 4 میلیون نفوس که ما در ایران داریم، اینا در اونجا در کمک های دولت ایران نیستن که از دولت ایران اینا پول بگیرن، بلکه اینا در رشد اقتصادی ایران سهم بسزایی دارن. این بحث باید شما مطرح کنین. ما که امروز در ایران هموطنان ما هستن، ما دو روز دیگه مثال دادم، اگر برای یک میلیون ماهانه $100 روان شود که میشه، شما حساب بگیرید ما چند میلیون دلار پول به کشور ایران سرازیر میشه و این پول در ایران مصرف میشه، پس به این یک جای دیگه انتقال داده نمیشه. آیا ایران یا دولت ایران حاضر است که این همه پول از دست بده؟ نیست. فقط بازی های غیر انسانی و غیر اسلامی رو برام اندازه که از وجود ماها چگونه استفاده کنن. فعلا که مردم ما رو به این حالت رساندن، جالب است که سفیر ایران در کابل حرفای جالبی میزنه که تمام این چیز رو ببینید چقدر خوب اعتراف میکنه. شما با در خبران میشنید و اعتراف میکنه که این تصاویر یا ساختگی یا از گذشته هاست. یعنی خودش اعتراف میکنه که بله، در گذشته چنین جنایت بالای افغان ها صورت گرفته. وقتی که صورت گرفته، تو چی با کدام روی با کدام وجدان تو میای در فیسبوک نوشته میکنی یا کلیپ میکشی که باید در مقابل جمهوری اسلامی ایران ما شما سکوت اختیار کنی؟ ما مردم با جنگ و با کشت و با کشتار و با عمل بالمثل مثل ایرانی ها دعوت نمیکنیم. ما از وطنداران خود میخواییم که یک صدا شون، محکم صدا بلند کنن بر ضد اینمی ظلم و استبداد. این حق قانونی ماست. چرا شما این صدا را میخواین خفه بسازید؟ وجدان شما در کجاست؟ پس چرا ماست بیگانه بلانیم وقتی که یک تعداد معذف شدن، مامور شدن که به شکل از اشکال و بسیار بازی با کلمات مردم توصیه میکنن که سکوت اختیار کنین که والا سرنوشت میلیون ها انسان ما در خطر، تنها مرد باز است.
اما دیگه جنبه‌های شرک که ما برای شما گفتیم تا حالا هیچ کدام شما سر از چی نمی‌دونید. هر سال ما این مسئله رو یاد میکنیم، در تا وقتی که رادیو سوانسان رو در 18 سال ما این مسئله رو یاد میکنیم که اما سال ایرانی نمی‌جن دست می نمی‌جنات میزنه و عالم میزنه، ولی شما این بحث یک تعداد ما هیچ نمی‌بینن که چرا اما سال در 82 فصل از سال ایرانی ها دست به این کار میزنن. به هر حال ما دوست داریم که هموطنان ما در هر کجای کس صدای اعتراض خود بلند کنن، اما نه به ای که ما میکشیم ما میبندیم. ما هیچ وقت طرفدار کشتن و بستن و خشونت نبودن نیستیم. حتی در این داخل جنگ های افغانستان ما همیشه از طریق تلویزیون گفتیم که هیچ وقت ما طرفدار جنگ و ریختن خون انسان وطن خود نیستیم. بهترین راه برای ما مثل کشورهای اروپایی بینیم اینا همونیست که هر مشکل خود با تفاهم حل و فصل کنیم. اما از بس که ما تحت فشارهای بیگانه ها قرار داریم، از بس که تحت تاثیر بیگانه ها قرار داریم، از بس که اراده خود به دست بیگانه ها دادیم، ما اینمی توانایی تفاهم بین الافغانی رو نداریم. وقتی که نداریم این از هر طرف زده میشیم و جواسیس و بیگانه پرست ها هم به اصطلاح کارهایی میکنن که مردم از مسیر اصلی میخواین که تغییر بدن. و یکی دیگه بینگرامی یک مسئله است که وقتی شما یک کامنت نشته میکنین در اروپا، اینمی هموطنان ما ساده میگم خدا کنه که تمام هموطنان از من ناراحت شوند. ناراحت شوند. همین کسایی که تازه به غرب آمدن. اکثریت زمین ها برای ما یک وقت نشته میکردن که اگر مرد سیبیا در داخل افغانستان. اما امروز در خارج امونا آمدن. همین نوشتن کلمه اگر مرد استی چی معنی داره؟ نیست که حتما اگر در داخل افغانستان هستی میتونی صدا بلند کنی، صدای اعتراض بلند کنی، صدا انتقاد بلند کنی، صدا پیشنهاد بلند کنی. از اون مملکت که برآمدی دیگه باز صدای اجازه نداری که به نام مردم صدا بلند کنی، به نام مردم اعتراض کنی، به نام مردم مظاهره کنی، هیچ چیز. امیدوارم بعد از این کمی کلایتون رو به کار بندازی، از استفاده از این اگر مرد هستی بیا داخل افغانستان. او برادر این مردی رو ما در 40 سال و راتب دیدیم و خدا اونم کسایی که برای ما نشته میکرد، اگر ما یک روز امی آرشیف فیسبوک خود باز کنم با هزارها تایزی برای ما نشته میکرد که اگر مرد سی بیاد داخل افغانستان امروز در امی غرب هستن، در امی کانادا هستن، به خدا که صدای خدا بکشن. چی شد او مردی از اینا که تا وقت ما نامرد بودیم اونا مرد بود، ولی امروز ما نوزم در روی سنه هستیم، از حق اونم مردم خود دفاع میکنیم، ولی اونا آمدن صدایشان رو کسته میشته و فقط مصروف جمعوری دالر هستن. امیدوار است و همین مسائل در فیسبوک ها و این چیزایتان طرح نکنین، اگر مردی اگر نه مردی اگر از اگر از بیاد اینجا برو یا برو ایرانی افغانای ما میگن اگر مرد سی بیاد در ایران بیاد چی کن. برادر همین مردی از شما بذاریم، ما از راه و مسیر خود که داریم بلندگوی صدای هموطنان دردمند خود باشیم. شماره از ساکنان ولایت هرات امروز دوشنبه در اعتراض به ادعای آزار و اذیت پناهجویان افغان در ایران اقدام به آتش زدن دروازه کنسولگری این کشور در حالت هرات کردند. بر اساس گزارش ها معترضان با تجمع در مقابل سرکنسولگری ایران در هرات نسبت به ادعای خشونت و بدرفتاری با مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران اعتراض خود را نشان دادند. اما اعتراضان ها با رفتار خشونت آمیز مانند پرتاب سنگ و آتش زدن دروازه این کنسولگری همراه بود که نیروهای طالبان با تیراندازی هوایی سعی در پراگنده ساختن جمعیت داشتند. لازم به تذکر است که اخیرا تصاویر متعدد در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان دهنده بدرفتاری و خشونت نیروهای انتظامی و مرزی ایران با مهاجرین افغان در آن کشور می باشد، البته به صافی مردمش. سفارت جمهوری اسلامی ایران اما با انتشار بیانیه در این خصوص نوشته است که برخی حلقات با سوی استفاده از موقعیت و انتشار این کلیپ ها به صورت سازمان یافته و هدفمند به دنبال تخریب روابط تاریخی و عمیق دو کشور می باشند. بهادر امینیان سفیر ایران نیز به تازگی در صحبت با تلو نیوز ادعای بدرفتاری با مهاجرین افغان را رد کرده. وجدان ها خفته بینید ایگرامی. در موارد محدودی هم که با مهاجران افغان بدرفتاری از سوی عوامل صورت گرفته برخورد قانونی میگردد. گفته میشود همزمان تظاهرات مشابهی در ولایت خوست نیز جریان داشت.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفته است که اتفاقاتی که مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و سفارت کشور ما در کابل اتفاق افتاد نیز دارای پشت صحنه بیرون از افغانستان است و تحرکات از بیرون وجود دارد. حسن کاظمی قوی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در رابطه با مسائل پیش آمده اخیر میان دو دولت ایران و افغانستان اظهار داشت. از چند ماه قبل و همزمان با بروز تحولات در افغانستان دشمنان دو ملت ایران و افغانستان تمام تلاش‌های خود را به کار بستند که دو کشور همسایه را وادار به درگیری و نزاع کرده و همدلی میان دو ملت را به کدورت تبدیل کنند. وی در ادامه افزوده است در آن زمان با تدبیر تهران و کابل و همچنین هوشیاری هر دو ملت فتنه دشمنان با مانع و شکست روبرو شد. قومی گفت اکنون نیز و پس از چند ماه فتنه جدید چند لایه دشمنان دو ملت با چهره جدید آغاز گردید. از چند هفته پیش با تصاویر و ویدیوهای ساختگی و سخیف و انتشار گسترده آنها در فضای مجازی احساسات مردم دو کشور را گریه‌دار کرده و باعث برخی تحرکات شدند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان اظهار داشت استکبار البته به همین جا بسنده نکرده و دست به اقدام و ترور فیزیکی زد. حادثه تروریستی حرم امام رضا را در زیر لایحه امین اقدامات می شود تحلیل کرد. شک نداریم که این اتفاق نیز در امین پازل تکمیل شد و دشمن تلاش کرد که علاوه بر فضای مجازی در فضای حقیقی و بین مردم نیز اقدامات تخریبی خود را پیگیری بگیرد. قومی اظهار داشت این اطمینان را میدیم که اغلب تصاویر منتشر شده یا ساخته ای. خوب دقت کنید، تکرار میخوانم. قومی اظهار داشت این اطمینان را میدیم که اغلب تصاویر منتشر شده یا ساختگی است یا تاریخ آنها مربوط به چند سال گذشته است و اکنون علی‌رغم سیل مهاجرت اخیر به کشور ما اوضاع برای مهاجران افغانستانی مطلوب است و دولت ایران نیز روند جدیدی را برای بهبود اوضاع مهاجران در دستور کار خود قرار داده است و انشاءالله به زودی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. همین است که روز 6000 نفر اینا به اصطلاح رد مرز میکنه. اتفاقات خوب از ایناست. کاظمی قومی بیان داشت اتفاقاتی که مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و سفارت کشورمان در کابل اتفاق افتاد نیز دارای پشت صحنه های بیرون از افغانستان است و تحرکات از بیرون وجود دارد. از حکومت سرپرست طالبان در افغانستان میخواهیم علاوه بر برخورد جدی با عوامل این تظاهرات تلاش رسمی خود را برای آرام کردن فضا و کار ببندد. اما مطلب داغ‌تر میشه و جنجال از ایران کشیده میشه به افغانستان. چگونه؟ توجه کنین. یک منبع مطلع درباره ماجرای تجمع امروز در مقابل کنسولگری ایران در هرات گفته است، البته بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، معترضان امروز در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از برخی اهالی روستاهای اطراف شهر هرات بوده که به صورت از قبل برنامه‌ریزی شده و با به امرا داشتن کیسه های سنگ در مقابل نمایندگی کشورمان حضور یافته و در خلال اعتراضات اقدام به سنگ پراگنی و سمت درب و پنجره خدمات کنسولگری ایران در هرات نمودند. نیروهای محافظ نمایندگی کشورمان با شلیک تیر هوایی اقدام به پراگنده کردن این افراد داشتند که در نهایت با حضور مولوی اسلامجار والی حکومت سرپرست طالبان در هرات در مقابل نمایندگی سیاسی کشور ما این قائله ختم شد. منابع در هرات هم گفتند که پشت صحنه این تظاهرات گروه های غربگرای جنبش عدالت و آزادی چگونه در داخل میکشند که بریم یک تعدادگی از هموطنان ما به این بهانه ها اذیت و آزار شوند. منابع در هرات میگن پشت صحنه های این تظاهرات گروه های غربگرای جنبش عدالت و آزادی و تیم بانوان عدالت جو که پیش از این توسط غربی ها حاضر در افغانستان تامین مالی میشدن و این گروه ها برای روزهای آینده نیز فراخوان تظاهرات دادن. که امیدوارستم این مسئله عد شوه و دولت ایران بالاخره همی وجدان پیدا کنه که بگه که بله چنین اشتباهی صورت گرفت. ولی دیگه کسطایی که امروز بیرون شده بیرون گرامی از حادثه علمناک حرم مطهر امام رضا که من خود مسخ به بزرگوار احترام دارم و وقتی در ایران بودیم امر روزه من به زیارتشان میرفتم، اما کسطایی که شما ببینین که امروز بیرون شده امی اموطن ما را که داستانهای در موردش گفته شده همین هموطن ما مطلق بیگناست و کار خود جمهوری اسلامی است.
برازی که شما ببینید صحنه ارامه بطر ایچ وقت خالی از آدم نیست. چگونه ای آدم در فاصله های متفاوت یکی رو میره با خیال راحت چندین کارت میزنه، باز میره میده و میده و یکی دیگر با خیال راحت چندین کارت میزنه، باز میره چندین کارت دیگه میزنه، باز میبینین در صحنه آخر که میبینین بسیار راحت استاده است، عقب عقب میایه. این همی قاتله که گرفته شده از هموطن من و تو که خدا میدانه چقدر مجازات شده، نه دستش خون پر است، نه لباس هایزی خون پر است، نه علامت که عمله که یعنی یک تجویش یک چیز باشه در وجود دیده میشه. پس چگونه قاتل بوده که ده بیست کارت به کسایی که شدن کشته شدن و زخمی هستن وارد کرده، یک قطره خون در جانش و در لباسش و در دستش نیست. پس کلیش دسیسه خود جمهوری اسلامی است که میخواد که به این شکل هموطنان ما رو بیشتر اذیت کنه. و بازی اگر تعداد از هموطنان ما که آمدن که از فاطمی نسوی از داهش از اینا است که به اصطلاح همین تضادها رو در بین هموطنان ما خود ایرانی ها بیشتر بسازن. به هر حال به بحث دیگه میریم. هوا گرم شده میره در کشور ما، یخ ها آب و برف ها هم آب میشن و فصل تازی در کشور ما شروع میشه، فصل مبارزه، مقاومت، جنگ در برابر لشکر جهل و نادانی و تاریکی. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود از یک طرف، جبهه آزادی خواها از طرف دیگه، اینها هر روز اطلاعیه هایی میتن که در سنگرهای متفاوت عملات خود را بالای طالب ها آغاز کردند. و خصوص اندراب ها واقعا گزارش های زیاد میرسه که تلفات بسیار سنگین بالای طالب ها وارد کردند. و در این جنگ هم یادتون باشه بینده گرامی که فقط هموطن در برابر هموطن بسیار زیرکانه اینمی ترستان وحشی قرار دادن. اما در این کنار آقای جنرال سمی سادات هم در چند روز صحبت هایی دارن. وقتی که من بیوگرافی از سادات خواندم کارش دیدم، واقعا این آدم میخواست که در کشور ما دفاع کنه از ارزش ها در برابر لشکر سیاه ترور و وحشت، اما خائنین چون اشرف غنی و اطرافیانش نگذاشتن که این جنرالان با انگیزه از ناومیس ملی خود دفاع کنند. در روز بار دیگه جنرال سادات از آغاز جنگ ها میگه ما برای این جوانان عزیز وطن ما که انگیزه برای دفاع دارن، انگیزه برای بقا دارن، دفاع و بقا آرزوی موفقیت میکنیم، ولی امیدوار هستیم که اینمی سنگرهای متفاوتی که ساخته شده در طول امیم سال یا زودتر از همه چیز اینا به یک تفاهم بین خودی برسن و مشترکان کار کنن. در غیر از او اگر جدا جدا باشن بار کنن که نه نتیجه میتن و تلفات بیشتری هم متحمل میشن. در گزارش از استودیوی 24 در رابطه به گفتگوی اخیر جنرال سمی سعادت با صدای امریکا جلب میکنیم که سعادت میگه ما مبارزه میکنیم و طالبا میگه که جنرال ها داهی برای جنگ نداره. چگونه؟ این گزارش 324 توجه کنید. پس از آن که سمی سادات یکی از جنرال های اردوی ملی پیشین کشور از آغاز یک جریان جدید مبارزه با طالبان و انسجام نیروهای امنیتی پیشین خبر داد، طالبان به این اظهارات واکنش نشان داده و گفتند که نظامیان پیشین افغان هیچ داهیه برای جنگ ندارن. سادات روز یک شنبه به صدای امریکا گفت که مذاکره با جنرالان و افسران بلند رتبه و شماری از سیاستمداران افغانستان جریان دارد و روند انسجام نیروهای امنیتی پیشین به ویژه نیروهای اردوی افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. این جنرال پیشین اردوی افغانستان افزود پس از عید طرح انسجام نیروهای امنیتی ایجاد می شود. ما در سه بخش نظامی، سیاسی و مدنی اقدامات خیش را آغاز میکنیم. در واکنش انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی گفته است که
این جنرالان تقلبی اگر شایستگی می داشتند و مرد کار می بودند، اردوی را که با مصارف بیش از 100 میلیارد دلار و با کمک بیش از 50 کشور برایشان ساخته شده بود، حفظ می نمودند. سادات دیروز گفت که چهره‌هایی که در سقوط جمهوریت نقش داشتند، در فساد دخیل بودند، حفظ مالکیت و روحیه مبارزه نداشتند، در جریان جدید مبارزه با طالبان جان نخواهند داشت. معاون سخنگوی طالبان همچنین گفته است که جنرالان پیشین افغان در میان مردم جان نداشته و داهیهی برای مبارزه ندارند. اما در واکنش به این اظهارات وی، سادات گفته است که در میدان جنگ خواهیم دید. معاون سخنگوی طالبان در پیامش گفته است که افغانستان امروز صاحب نظام، دولت و نیروهای امنیتی مستقل است. اما سادات گفته است که طالبان مردم را به عزت و بی حرمت کردن و زمان آن فرا رسیده است تا همه برای ساختن یک افغانستان نیرومند در مقابل این گروه به مبارزه برخیزند. سمیع سادات تا چند روز پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مسئولیت جنگ بر ضد طالبان در ولایت هلمند را به دوش داشت و در آخرین روزهای پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان به کابل فراخوانده شد و مسئولیت انسجام امور امنیتی پایتخت به وی سپرده شد. در حال حاضر تنها جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر و ساحه اندراب با طالبان درگیر جنگند. اما سادات گفت که به زودی گروه های گوریلایی نیروهای امنیتی پیشین ایجاد شده و عملیات هایشان را راه اندازی خواهند کرد. این جنرال پیشین افغان گفته است که این نیروها از سوی کشورهای خارجی نه بلکه از سوی افغان های وطن دوست تمویل خواهند شد. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. توجه شما را به افغانستان در یک نگاه از ایستی 24 جمع نگریم. سرگی ایوانوف وزیر دفاع پیشین روسیه میگد که پس از آغاز عملات امریکا به افغانستان در 2001 رهبر طالبان از روسیه خواسته بود که با این گروه متحد شده تا با امریکا بجنگند. ایوانوف در تازه ترین اظهارات خود افزوده است پاسخ روسیه در آن زمان که از جبهه مخالف طالبان حمایت میکرد این بود: گم شوید. ایوانوف در مصاحبه با بی بی سی انگلیسی در شرح این ماجرا گفت که پس از آغاز عملات امریکا بر طالبان به علت همکاری این گروه با القاعده در سال 2001، نمایندگان طالبان با مرزبانان روسی در مرز تاجیکستان و افغانستان در تماس شدند تا پیام رهبر این گروه را به مقامات روسیه انتقال دهند. به گفته وزیر دفاع پیشین روسیه، آنها از ملا عمر رهبر طالبان پیام آورده بودند که طالبان و روسیه با هم متحد شده تا علیه امریکا بجنگند. ایوانوف میگد که پاسخ آنها به این پیشنهاد طالبان چنین بود: گم شوید. ایوانوف از اعضای حزب روسیه متحد و ولادیمیر پوتین است که از سال 2001 تا 2007 به عنوان وزیر دفاع روسیه ایفای وظیفه میکرد. اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگد که کمک های بشر دوستانه کشورش به افغانستان ادامه مییابد، اما نظارت از توزیع این کمک ها ضروری است. این اداره امروز دوشنبه در تویترش نوشته که با توجه به شرایط وخیم افغانستان، کمک های بشر دوستانه امریکا به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت تا اثرات بحران انسانی کاهش یابد. این نهاد تاکید کرده است که برای اطمینان از هدر نرفتن کمک های امریکا به مردم افغانستان نیاز است تا نظارت مؤثر از این کمک ها صورت بگیرد. سیگار پیش از این نیز بارها بر نظارت از روند کمک ها به افغانستان تاکید کرده بود. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک مقام ارشد دولت پیشین افغانستان به اتهام سربازگیری برای اوکراین در ایران بازداشت شده است. با گفته منابع، فرد بازداشت شده هاشم رئیس، والی پیشین جوزجان و از اعضای بلندپایه حزب جنبش ملی افغانستان و از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم رهبر این حزب است. یک عضو ارشد این حزب در گفتگو با بی بی سی فارسی تایید کرد که هاشم رئیس 3 هفته پیش در ایران بازداشت شده است. او اما اتهام سربازگیری توسط او را به اساس خواند. او گفت که رئیس به ایران به نمایندگی از طرف این حزب رفته بود تا با مشکلات اعضای حزب که بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان به ایران رفتند رسیدگی کند. برخی از رسانه ها گفتند که او قصد ایجاد یک واحد نظامی از مهاجران افغان ساکن ایران را داشته است و با آنها در ازای دریافت پول و امتیاز تابعیت اوکراین در آینده برای جنگ با روسیه به این کشور اعزام کند. داوطلبان از کشورهای مختلف برای دفاع از اوکراین به این کشور رفتن و دولت اوکراین نیز برای ورود این افراد سهولت های نیز ایجاد کرده است.
برنامه سخن روستا در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. بخش غذا و زراعتی سازمان ملل متحد گفته است که به علت تجاوز روسیه به اوکراین قیمت غلات و روغنهای نباتی در جهان در ماه گذشته رکورد شکسته است. این اداره هشدار داد که این جنگ سبب اختلال گسترده در زنجیره توزیع شده و میلیون ها نفر از ساکنان افریقا، خاورمیانه و بخش های از آسیا را در معرض گرسنگی و سوی تغذیه قرار داده است. اکنون چشما به دیگر کشورهای تولید کننده غلات نظیر کانادا، امریکا، فرانسه، استرالیا و ارجنتین دوخته شده است تا معلوم شد آیا این کشورها می توانند به سرعت با افزایش تولیدات شگاف به وجود آمده را پر کنند یا خیر. اما دهقان این کشورها نیز با چالش های چون افزایش قیمت سوخت و کودهای کیمیاوی، کم آبی و اختلالات زنجیره توزیع دست و پنجه نرم می کنند. جدیدترین خبر در این رابطه کمبود مواد غذایی در شانگهای قطب تجاری چین است. گزارش ها آکی از ذخیره کردن مواد غذایی اصلی توسط مردم است که از مدت قبل به خاطر پخش ویروس کرونا در لاکداون به سر میبرند. برمیگردیم به کشور. روز شماری بستن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به 206 روز رسید. طالب ها وزیر سرپرست معارف طالب ها گفته است که احتمالاً به زودی درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز می شود، اما گفته است که مشکل اصلی است که مناطق پشتون نشین قبول ندارن طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را. چگونه؟ در گزارش از استودیوی 24 باز هم این مسئله را تعقیب میکنیم. با وجود که طالبان تحت فشار جدی جامعه جهانی و افکار عمومی در داخل کشور قرار دارند، به نظر میرسد پیشرفت در زمینه بازگشایی مکاتب دختران نکردند. شماری از دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم میگن که به اراده و نیت طالبان برای گشایش مکاتب دختران مشکوکن. با گفته این دانش آموزان، طالبان تا کنون در پیوند با گشایش مکاتب دختران بدعهدی کردند. در این حال مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان به تازگی گفته است که طالبان در حال تدوین طرح آموزشی هست. سرپرست وزارت معارف طالبان میگوید که سیاست جدید آموزشی که زیر طراحی است فرصت های آموزشی برابر را برای همه فراهم میکند. این تازه ترین اظهارات یک مقام طالبان درباره بازگشایی مکاتب است که زمان مشخص برای آن نداده است. مولوی نورالله منیر این اظهارات را در مصاحبه با خبرگزاری آسیا نکه مطرح کرده است. او در این مصاحبه چیزهای زیادی را افشا کرده است. هرچند مولوی منیر اظهار کرده است که آموزش حق زن و مرد است، اما همچنان زمان بازگشایی مکاتب دخترانه را مبهم میگذارد و از آن سخن نمیگوید. او گفته است ما مزایای آموزش و درهایی را که برای رشد و توسعه باز میکند درک میکنیم. ما مخالف آن نیستیم و میدانیم که این حق زن و مرد است. با وجودی که در این مصاحبه سرپرست وزارت معارف طالبان اظهار میکند که مسئولیت آنهاست تا بستری را برای آموزش و استفاده از این حق برای همه از جمله دختران فراهم کنند، اما همچنان سیاست طالبان برای بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را توجیه میکند. از او پرسیده است که چه زمانی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. پاسخ داده است امیدوارم که خیلی زود شروع کنیم انشاءالله. سرپرست وزارت معارف طالبان یک نکته را در این مصاحبه مطرح کرده است که تازگی دارد. او گفته است در حالی که مردم اکثر مراکز شهرها از بازگشایی مکاتب دختران استقبال میکنند، اما در بسیاری از مناطق روستایی افغانستان و به ویژه مناطق پشتون نشین تمایل در این مورد نشان ندادند. پیش از این طالبان انتظار برای طرح لباس مطابق با شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی را علت بستن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم عنوان کرده بودند. حرف بین الملل در بیانیه‌ای که در باره بستن مکاتب از سوی طالبان نشر کرد گفته است که ارجای آنها به شریعت و افغانیت ترفند کنهی است که برای محروم کردن زنان از حقوقشان طراحی شده است. رابعه دانش آموز در کابل باور دارد که طالبان اراده و نیت برای گشایش مکاتب دخترانه ندارند. با گفته این دانش آموز هیچ توجیهی نمیتواند برای بستن دروازهای مکاتب دخترانه قانع کننده باشد. او
باور دارد که طالبان نیز بهانه کافی برای بستن مکاتب دخترانه ارائه نکردند، اما فهم این که چرا مکاتب را بستن برای وود دشوار است. خواست این دانش آموز گشایش مکاتب دختران است. اقدام طالبان برای بستن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم با واکنش های گسترده در سطح ملی و بین المللی روبرو شده است. سریع ترین واکنش از بانک جهانی بود. تمویل 4 پروژه را در زمینه زراعت، معیشت و آموزش را که 600 میلیون دلار ارزش داشت متوقف کرد. امریکا گفتگوهای خود را با طالبان متوقف کردند. جامعه جهانی ادامه کمک به افغانستان را مشروط به باز کردن مکاتب برای همه دختران کردند. با وجودی که در سطح بین المللی واکنش ها تند و شدید بوده، اما کمتر واکنش از سوی کشورهای همسایه و منطقه در این مورد شنیده شد. مولوی نورالله منیر به فشارها و هزینه های احتمالی که طالبان با بستن مکاتب برای دختران متحمل خواهند شد اشاره کردند. با وجود این او گفته است که طالبان برای حفظ وحدت حاضر است این هزینه ها را بپردازند. در عین زمان حدود یک هفته قبل شماره از دختران محترز در بامیان یک نشست برای حمایت از دولت اسلامی طالبان را برهم زدند و پوسترهایی را که به حمایت از دولت نصب شده بود پاره کردند. پس از این رویداد برخی رسانه ها از بازداشت شماره از محصلان که در این رویداد دست داشتند خبر دادند. مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان دیروز یک شنبه با ارسال یک پیام تصویری به رسانه ها هر گونه بازداشت دختران معسل و معترض را رد کرده و گفته است که هیچ یک از دانشجویان بازداشت نشده و نخواهند شد. والی بامیان افزوده است ما از ریاست استخبارات قوماندانی امنیه و ارگان های زیرب معلومات گرفتیم و فهمیده شد که گرفتاری دختران حقیقت ندارد و شایعات که در رسانه و فضای مجازی دست به دست می شود کاملا بی حساس می باشد. گروهی از دختران دانشجو زمان برنامه حمایت از دولت اسلامی طالبان را بهم زدند که به گفته خودشان آنان برای حمایت و دادخواهی از حقوق بانوان در یک سالون ورزشی فرا خوانده شده بودند، اما زمانی که آنان در این مکان حضور پیدا کردند با بنرهای حمایت از دولت اسلامی طالبان مواجه شدند. از یک هفته به این سو خبرهایی که در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می شود که گویا شماری از دختران محترز در ولایت بامیان پس از برچیدن بنرهای تجمع حمایت از نظام بازداشت شدند، اما مقام‌های محلی ولایت بامیان این خبر را شایعه خوانده و رد می‌کنند. بالاخره امروز پارلمان پاکستان تصمیم گرفت که عمران خان بره دیگه به طرف خانه خود و برادر نواز شریف شهباز شریف به حیث صدر اعظم انتخاب کردن که تا اکتبر 2023 در همین مقام قرار بگیره. شهباز امروز به صفت صدر اعظم جدید پاکستان معرفی شد، اما حرفای جالبی هم در پارلمان گفت. این خبر همراه با گزارشات از اینکه سویدن و فنلند هم دوست دارن که به ناتو بپیوندن و زلنسکی هم در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین حرفای داره را در گزارشی از سودی 24 تعقیب میکنیم. پارلمان پاکستان شهباز شریف برادر نواز شریف را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد. شریف امروز دوشنبه 11 اپریل با کسب 174 رای از پارلمان پاکستان نخست وزیر این کشور شد. گفتنی است که شریف در این انتخابات رقیبی نداشت. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان 23مین نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. او اکنون به عنوان نخست وزیر این کشور میتواند تا اکتبر 2023 که قرار است انتخابات عمومی بعدی برگزار شود در این پست باقی بماند. شهباز شریف نخست وزیر تازه انتخاب شده پاکستان در اولین نطق خود با اشاره به ادعای دخالت قدرت‌های خارجی در برکناری عمران خان گفت اگر ثابت شود که نامه‌ای در کار بوده است او به خانه خود خواهد رفت و از قدرت کنارگیری میکند. او گفت که شیر و آب را جدا میکنیم، مور را از ماست میکشیم. شریف افزود که مدت ها پیش با آصف علی زرداری و بلاول بوتو رهبران حزب مردم ملاقات کرده و از مدت ها قبل تصمیمات در زمینه رای عدم اعتماد گرفته شده بود. با گفته ای وی پس از ملاقات ها قرار بر این شد که نسبت به دولت نالایق تاریخ رای عدم اعتماد داده شد. با گفته ای وی توافق مخالفان پس از 8 ماه مارچ نهایی شده بود.
شهباز شریف گفته است که هر عضو این مجلس حق دارد بداند حقیقت چیست و گفته ای وای این حقیقت باید آشکار شود. با دنبال استعفای عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان از مجلس نمایندگان این کشور، بیش از 100 نماینده حزب تحریک انصاف از عضویت در این مجلس انصراف دادند. اسوسییتد پرس گزارش داده است که این نمایندگان مجلس پاکستان امروز دوشنبه 11 اپریل مجلس را پیش از رای گیری برای انتخاب نخست وزیر جدید به طور دست جمعی ترک کردند. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور را نامزد نخست وزیر این کشور معرفی کرده بود، از این تصمیم خود انصراف دادند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پیشین پاکستان گفته است که آنها طبق تصمیم حزب تحریک انصاف مجلس نمایندگان و رای گیری برای انتخاب نخست وزیر جدید را تحریم میکنند. روزنامه تایمز بریتانیا اوایل صبح دوشنبه 11 اپریل گزارش داد که فنلند و سویدن بزودی تا تابستان پیش رو با پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواهند پیوست. خبرگزاری رویترز با استناد این مقاله تایمز گزارش داده است که اشتباه بزرگ استراتژیک روسیه یعنی تهاجم نظامی مسکو بر کیف موجب شد تا دولت شاهی سویدن و جمهوری فنلند که اردو عضویت اتحادیه اروپا را دارند با پیمان نظامی ناتو یکجا شوند. روزنامه تایمز همچنین گزارش داده است که مقامهای ایالات متحده گفتند که عضویت این دو کشور واقع در شمال اروپا با پیمان نظامی ناتو یکی از بحث‌ها در چندین نشست وزیران خارجه متحدین به شمول دیپلمات‌های ارشد سویدن و فنلند در هفته گذشته بوده است. بر اساس گزارش روزنامه تایمز انتظار می‌رود که درخواست فنلند در ماه جون 2022 برای کسب عضویت ناتو پذیرفته شود و به تعقیب آن دولت شاهی سویدن نیز به این پیمان نظامی پذیرفته خواهد شد. این روزنامه از قول سانو مارین صدر اعظم فنلند نوشته است که زمان آن فرا رسیده است که فنلند به طور جدی موقف خود را در مورد پیوستن به عضویت ناتو مورد بررسی قرار بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر نظامیان روسیه را به شکنجه شهروندان اوکراینی متهم کرده و از مردم این کشور خواسته است برای مقابله با تهاجم گسترده‌تر مهاجمان در مناطق شرقی آماده شوند. زلنسکی یک شنبه شب در یک پیام ویدیویی که در فیسبوک منتشر شد گفت آنها می توانند موشک‌ها و بمب‌های بیشتری علیه ما استفاده کنند، ولی ما خودمان را آماده کرده ایم پاسخ خواهیم داد. زلنسکی همچنان بارد گفته های مقام های روسیه که تلفات غیر نظامی را نتیجه عملیات نظامی اوکراین دانستند، این سخنان را نشانه ضعف مسکو دانست. زلنسکی گفت آنها میگن کشتار بوچا را آنها مرتکب نشده و کار ما بوده است. میدانید چرا این گونه میگن؟ به خاطر بزدلی. زلنسکی افزود آنها میترسند بگویند که سیاست های روسیه در قبال اوکراین در دهه‌های گذشته کاملا غلط بوده است. زلنسکی گفت روسیه چون نمیخواد مسئولیت اشتباهاتش را بپذیرد مرتکب اشتباه های دیگر میشود. زلنسکی گفت آنها خود را از همه ابزار سیاسی محروم کردند و حاضر به ترک آرزوهای غیر واقع بینانه که این جنگ را برا انداخت نیستند. با این ترتیب میرسیم به بخش آخر برنامه که خبری هم از کاناداست. در تازه ترین اقدام علیه تجاوز روسیه به اوکراین، کانادا این بار بخش دفاعی روسیه را مورد تحریم قرار داد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا گفت کانادا تحریم های تازه علیه 33 سازمان مرتبط با بخش دفاعی روسیه وضع کرده است. به گفته وزیر خارجه کانادا این سازمان ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ارتش روسیه کمک کردند و به همین دلیل در رنج و درد که به خاطر جنگ غیر قابل توجیه ولادیمیر پوتین ایجاد شده سهیم هستند. با گزارش کنیدین پرس، انستیتوت فیزیک و تکنولوژی روسیه و کشتی سازی جزو سازمان های روسیه تحریم شده هستند. در پی حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه کانادا یک سلسله تحریم ها را علیه بیش از 700 فرد و سازمان روسیه، اوکراینی و بلاروس وضع کرد. پس از آن که روسیه در سال 2014 کریمیا را به خاک خود ضمیمه کرد، نیز کانادا بیش از 1100 فرد و سازمان روسی را تحریم کرد.
وزیر خارجه کانادا تای بینه گفت کانادا همیش کنار مردم اوکراین استاده و خواهد استاد. تصمیمات امروز تازه ترین نمونه حمایت غیر قابل تردید ما از اوکراین و مردم اوکراین است و ما به حمایت خود از مردان و زنان شجاعی که برای آزادیشان می جنگن ادامه می دهیم و خواستار پاسخگویی مسئولان این جنایت هستیم. آخرین گزارش هم می رسند که در طی دو ماه به صورت کاملا استثنایی که هیچ وقت در کانادا سابقه نداشت تا کنون شاید بیشتر شده باشه ولی تا روز جمعه تقریبا یا روز شنبه بود 12,000 اوکراینی طالب به کانادا منتقل شده. تشکر میکنم از توجهتان. بیندگرامی کانون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه فردا پیش از افطار برنامه بسوی دیار مولانا که سفر ما و نوی جان پسرم است به دیار مولانای بلخ در شهر قونیه ترکیه است که واقعا بسیار جالب است. برای شما بسیار نادیده های را که در اطراف مقبره خداوندگار بلخ است اگر نیده باشین میبینین و آشنا میشین با گوشه و کنار زیارت مولانای بلخ. و یادتان باشه هر کجای که هستین همیش با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد. بیندگرامی حافظ حقیقی نگهدار یک و یک شما باشه. ولی بار دیگه تکرار میکنیم که امروز هم برنامه که برای ماه مبارک رمضان در نظر گرفتیم برنامه جالب است و شب سپاری دهم قرائت میشه، یعنی ما ختم قرآن عظیم شانه کوشش میکنیم که در شب 29 ماه مبارک رمضان از طریق تلویزیون چیکنیم سر انجام بدیم. تا دیدار بعد. حافظ حقیقی نگهدار یک و یک شما عزیزان بیننده.